با عرض سلام و ادب خدمت تمام بینندگان عزیز شبکه ITC، برنامه امروز رو اختصاص دادیم به بحث در مورد لایه برداری پوست. لایه برداری پوست یا همون پیلینگ یکی از پرطرفدارترین پروسیجرهای کلینیک های زیبایی هستش، برای اینکه برای مردم جا افتاده که وقتی لایه های مرده پوستشون برداشته میشه، پوستشون جوانتر و شادابتر دیده میشه. قبل از اینکه توضیح بدم کدوم یکی از لایه برداری یا پیلینگ ها خوب هستش و مفید هستش، دوست دارم اصلا یک کمی توضیح بدم که لایه برداری چی هستش، چرا این کار رو انجام میدیم و چرا مفید هستش و بهتره که کدوم ها رو انجام ندیم و بعضی ها رو بهتر انجام بدیم. خب، لایه برداری یا همون پیلینگ اصولا به سه طبقه، به سه قسمت طبقه بندی میشه. یکی لایه برداری مکانیکی یا همون اسکراب گفته میشه، لایه برداری پیلینگ شیمیایی و پیلینگ با لیزر. لایه برداری مکانیکی یا پیلینگ مکانیکی که ماکرودرم ابریژن هم بهش گفته میشه، یا همون اسکراب خودمون و یا به زبان اولد فشن همون کیسه زدن صورت و بدن هستش، لایه برداری هستش که عزیزان میتونن تو خونه انجام بدن با اسکراب های مختلفی که تو بازار وجود داره. قیمتش هم مهم نیستش، هر نوع اسکرابی که فکر میکنید که میتونه پوست رو خراش بده و سلول های مرده از پوستتون جدا کنه میتونید استفاده کنید. و یه نوع اسکراب یا لایه برداری که توی اسپاها انجام میشه یا آرایشگاه انجام میشه، ماکرو درم ابریژن هستش که با یه دستگاهی مثل دایموند یا کریستال انجام میشه و سلول های مرده رو به وسیله خراش هایی که رو پوستتون انجام میدن بر میدارن. من خودم خیلی طرفدار این روش پیلینگ نیستم، برای اینکه خیلی خیلی سطحی هستش و نیازی نداره که برای انجام دادن این پروسیجر فرد هزینه تقبل کنه و میتونن خودشون با اسکراب های ساده ای که وجود داره تو خونه اونو انجام بدن و خیلی نتیجه خوبی هم بگیرن از درمانشون و پوستشون رو آماده کنن برای پروسیجرهای دیگه یا همون کمیکال پیلینگ. خب، نوع دوم پیلینگی که وجود داره پیلینگ شیمیایی هستش. قبل از اینکه پیلینگ شیمیایی رو براتون توضیح بدم، دوست دارم بگم که اصلا ما چی میشه که بدنمون یا صورتمون یا پوستمون نیاز داشته باشه که یه لایه ازش برداشته بشه و اون رو انجام بدیم. اصولا میدونید که سلول های مرده‌ای که روی پوست هستن همشون به طور طبیعی کنده نمیشن و ریزش پیدا نمی کنن. ما به نیاز به یه تلنگر خارجی داریم که این سلول های مرده رو از بین ببره و پوستمون شاداب تردید شه. بعضی وقتا ما خطوط خیلی ریزی روی پوستمون وجود داره، به خصوص دور چشممون و یا دور لبمون هستش که این خطوط چروک های واقعی نیستن، سلول های مرده‌ای هستن که اینا روی پوست هستن و چسبیدن به لایه زیرینشون و باعث شده که خطوط ریزی روی صورتمون دیده شه. این افراد حتما باید یه پیلینگ انجام بدن و این پوستای مرده رو جدا کنن و بتونن پوست روشن‌تر زیرش رو داشته باشن. بعضی از افراد هستن که تابستونا خیلی از در معرض اشعه خورشید قرار دارن و سان دمیج دارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اثرات بعد خورشید رو پوستشون هست و اینها نیاز به تلنگری دارن که این سلول‌هایی که زخمی شدن و دچار زایه شدن رو از پوستشون بردارن و این لایه اپیدرمی که این کلفت شده و تغییر رنگ پیدا کردن از پوستشون جدا کنن. خب، اینا هم یه نوع کاندید هستن که پیلینگ انجام بدن. بعضی از افراد هم هستن که جوش های متعدد رو صورتشون میزنن و این جوش ها خوب میشن، دوباره جوش مجدد دارن، خیلی ترنوور جوش هاشون بالا هستش. این افراد حتما بعد از پیلینگ استفاده کنن که برای که پوستشون صافتر بشه و اجازه بده که ترمیم پوست زیرینشون سرعت بیشتری داشته باشه. بعد از موارد دیگه ای که بهتر پیلینگ انجام بدن، کسی هستش که هستن که اینا اکثرا پوستشون وقتی نگاه میکنیم پوستشون کدر هستش یا خیلی خسته دیده میشه و هر کاری هم که انجام میدن این خستگیشون نمیره. اینا کسایی هستن که اگر پیلینگ انجام بدن یه ذره صورتشون فرشتر میشه، از اون خستگی در میاد. خب، پیلینگ نوع دیگه که گفتم داشتم براتون توضیح میدادم پیلینگ کمیکال پیلینگ یا پیلینگ شیمیایی هستش. پیلینگ های شیمیایی متعدد هستش. من توصیه نمی کنم که شما
پیلینگ شیمیایی رو خونه انجام بدین، حتما پیش گلسی برین که اکسپریانس و تجربه کافی داره بر انجام دادن پیلینگ ها، برای اینکه این پیلینگ ها از اسید ها استفاده میشه و این اسید ها درجات مختلفی دارن، درصدهای مختلفی دارن و اگر خدایی نکرده شما حواستون نباشه و به چشمتون بره یا اسید رو بیشتر پوستتون بزنید یا درصد بالاتر استفاده کنید، میتونه عوارض غیر قابل برگشتی داشته باشه و حتما برای انجام دادن پیلینگ های شیمیایی مراجعه کنید به پزشکتون و یا به کلینیک هایی که میدونن چیکار کنن و چجوری درمان کنن. پیلینگ های شیمیایی، ما چند مدل پیلینگ شیمیایی داریم؟ پیلینگی هستش که مثل از اسید گلایکولیک استفاده میشه. اسید گلایکولیک درصدهای مختلفی هستش، از 5% هستش، 10% و 20%. جدیدن بعضی از داروخونه ها یه نوع گلایکولیک اسیدی آوردن که 5% هستش و این اسید گلایکولیک رو شما میتونید تو خونه هم استفاده کنید و سیف هستش برای استفاده توی خونه و بهتون میگه که چجوری استفاده کنید. اصولا شما میتونید به مقدار خیلی کم از این پیلینگ استفاده کنید، رو پوستتون بزنید، 5 تا 10 دقیقه رو پوستتون بمونه و بشوریدش. و اما وقتی که بیشتر از 5% هستش اسید گلایکولیکتون، حتما برین کلینیکای زیبایی و بدین پزشکتون انجام بده یا کسی که پروفشنال هستش و تجربه کافی داره، برای اینکه زمانی که این اسید گلایکولیک بعد رو پوستتون بمونه رو پزشکتون میدونه که چند دقیقه باشه و چجوری اونو بشوره و چجوری اونو در واقع دی اکتیوش کنه، خونسا کننده براش بزنه. اسید گلایکولیک رو بیشتر برای کسایی توصیه میکنیم که پوستشون خیلی خسته هستش، چروکای خیلی ریز دارن و یا کدر هستش، هر کاری میکنن پوستشون شفافیت نداره، اسید گلایکولیک انجام میدن. خیلی پوستشون، پوست زیرینشون، چون عمیق تر از پیلینگای مکانیکی هستش، پیلینگ شیمیایی، اون پوست خیلی شفافتر هست و چون لایه های زیرین هم نفوذ پیدا میکنه، وقتی که ما پیلینگو برمیداریم و لایه های پوستی بعد از چند روز از پوست میره، خیلی حال پوست خوب هست. خیلی نفرات در پوستشون خوششون میاد وقتی که پیلینگشون تموم میشه. یه نوع پیلینگ دیگه که ما داریم و استفاده میکنیم اسید سالیسیلیک هستش. اصولا پیلینگ اسید سالیسیلیک برای کسایی خوب هستش که پوستشون خیلی جوش داره و یا این جوش ها خیلی فعال هستن و اینکه هر دفعه که صورتشون نگاه میکنی یه جایی در حال جوش زدن هست، یعنی مثلا اگر این قسمتشون جوششون داره خوب میشه، قسمت دیگه صورتشون در حال جوش زدن است، این افراد حتما نیاز دارن که از پیلینگ اسید سالیسیلیک استفاده کنن. همین که پیهاش پوستشون رو بلنس میکنه، تعادل ایجاد میکنه، همین هم که جوشایی که داره به وجود میاد و قبلا به وجود اومده رو از بین میبره و پوستشون خیلی شفافتر و زیباتر دیده میشه. یه نوع پیلینگ دیگه هم هستش که TCA هستش، دوست ندارم اینجا توضیح بدم که خیلی مدیکال هستش و به درد شمایی که تو خونه نشستین نمیخوره و کاملا کار مدیکال هستش و اصولا پزشکتون میدونه که چجوری استفاده کنه. یه نکته دوست دارم قبلش عزیزان بدونن، وقتی که شما میخواین برین برای پیلینگ، حتما به پزشکتون از داروهایی که مصرف میکنید بگید. اگر قرص ضد بارداری استفاده میکنید و یا از قرص های هورمونی استفاده میکنید و یا داروی خاصی استفاده میکنید، حتما به پزشکتون بگین که چه داروی استفاده میکنید، برای اینکه بعضی از داروهای پوستی، بعضی از داروهای خوراکی نمیتونیم ما پیلینگ براشون انجام بدیم، یا باید از زمان خوردن داروشون چند ماه گذشته باشه و یا اینکه داروشون رو بعد استاپ کنن یک هفته بعد ما پیلینگ. حتما وقتی ازتون شرح حال میگیرم پزشکتون توضیح بدین که چه داروی استفاده میکنین، تحت نظر کدوم پزشک هستین، چه بیماری زمینه ای دارید. برای اینکه پیلینگ به نظر یه پروسیجر خیلی ساده میاد ولی نه درمانی هستش که خیلی مهم هستش که ما خیالمون راحت بشه میخواییم چی کار کنیم. خب حالا بعد از اینکه ما پیلینگ شیمیایی کردیم، کمیکال پیلینگ کردیم، چه توقعی میتونیم داشته باشیم؟ اصولاً وقتی اون لحظه که ما پیلینگ شیمیایی میکنیم پوست کم قرمز هستش و اگر درصد بالایی استفاده کرده باشیم، به خصوص کسایی که پوستای کلفتی دارن و خیلی جوشی هستش صورتشون، احتمالاً کم قرمز میشه و بعضی مواقع تاول میزنه. این تاول تا 24 ساعت تا 48 ساعت رو صورتشون میمونه. بعد از روز دوم پوست خیلی خشک هستش، بهتر هستش که این افراد از کرم‌های مرطوب کننده خیلی قوی استفاده کنن
بعد از اینکه چند روز گذشتش از روز سوم چهارم عزیزان متوجه میشن که پوستشون داره پوست ریزی میکنه، یعنی لایه های پوست از صورتشون کنده میشه که خیلی طبیعی هستش. اصلا هدفمون از کمیکال پینینگ این هستش که یه لایه از پوست رو کاملا بکنیم و پوست زیرین که فرش و تازه هستش رو ما ببینیم. چندین روز طول میکشه که این پوستا کنده شه. لطفا توجه داشته باشین اگر داره پوست ریزی میکنین خودتون پوستتون رو نکنین، اجازه بدین خودش پوست ریزی داشته باشه، از اسکراب استفاده نکنین، فقط بعد مرطوب کنین پوستتون که بهش اجازه بدین که خودش پوست ریزی رو انجام بده. بعد از اینکه پوست ریزی رو انجام داد، البته 3 هفته بعدش میتونید دوباره پیلینگ شیمیایی انجام بدید، ولی تو کلینیک ما اصولا مدت زمان بیشتری بینش فاصله میذاریم که کاملا صورتشون ترمیم پیدا کنه، حال پوستشون خوب بشه و پوست جوون و تازه رو ببینیم، خیالمون راحت بشه که پوست در اومده، چجوری هستش، رنگش چجوریه، چجور جواب داده، چجور واکنش داده به پیلینگ ما. اگر اینکه پیلینگ رو انجام دادیم و دیدیم که هنوز اون رضایت رو نداریم از نتیجهش، باید احتمالاً تکرار کنیم. اصولا عزیزایی که برای جوششون و یا خستگی پوستشون پیلینگ شیمیایی انجام میدن حداقل به 3 یا 4 تریتمنت نیاز دارن که توی مدت 4 تا 5 ماهه این کار رو برشون انجام میدن. حالا میریم قبل از اینکه برم در مورد پیلینگ با لیزر و یا هالیوود لیزر یا اسپکترا باهاتون صحبت کنم، یه بریک کوچولو میگیریم و خدمتتون برمیگردیم. شما هم از اضافه وزن خودت ناراحتی؟ رژیم های جور با جور امتحان کردی ولی نتیجه نگرفتی و کلافه و ناامید شدی؟ شما هم به دنبال یه رژیم غذایی کوتاه می‌گردی که خیلی سریع به نتیجه مطلوبت برسی؟ خب، واسه‌تون خبر خیلی خوبی داریم. رژیم غذایی کلینیک آوا هم سالمه، هم کوتاه و هم تضمینی. باورت میشه بتونی تو یه ماه، فقط یه ماه، 20 تا 25 پوند وزن کم کنی؟ اونم تضمینی؟ معلومه که به امتحانش میارزه. زیبایی ماندگار با کلینیک تخصصی پوست و کاهش وزن آوا. خب عزیزان، همونطور که میدونید در مورد لایه برداری پوست یا پیلینگ با هم دیگه صحبت میکنیم، لایه برداری مکانیکی و توضیح دادیم و لایه برداری شیمیایی هم کاملا براتون توضیح دادیم. میریم سراغ هالیوود لیزر یا لیزر پیلینگ هستش و بهش کربن پیل هم گفته میشه. یه نوع لیزری هستش که به اسم اسپکترا ازش استفاده میکنیم تو کلینیکمون که به وسیله لیزر ما لایه های مرده پوست رو برمیداریم و متفاوت هستش با پیلینگ شیمیایی و مکانیکی. چرا متفاوت هستش؟ برای اینکه لیزر نه تنها قسمت لایه های مرده پوستتون رو برمیداره و چون از کربن استفاده میشه، این کربن میچسبه به سلول های مرده پوستتون، لایه مرده پوستتون رو برمیداره، باعث میشه که خود لیزر نفوذ پیدا میکنه قسمت های عمقی پوست و ملانین های اضافی پوست رو، جایی که لک هستش و پچ های تیره هستش، اونها رو هم از بین میبره و دوباره نفوذ پیدا میکنه و کلاژن سازی رو هم اکتیو میکنه. پس یکی از بهترین روش های پیلینگ صورت میتونه پیلینگ لیزر باشه که در واقع تمام درمان های پیلینگ رو کاور میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اگر هدفمون این هستش که لکای صورتمون از بین بره، فقط لکای صورتمون رو نمیتونیم با لیزر درست انجام بدیم، این کارهای دیگه ای هم برای ما انجام میده. سلولمون رو رجوونیت میکنه، لایه‌های مرده رو از بین میبره، لکا رو از بین میبره و کلاژن سازی رو هم اکتیو میکنه. اسپکترا یا هالیوود لیزر یکی از جدیدترین دستگاه‌های لیزر هستش که استفاده میشه برای پیلینگ‌های صورت و تقریبا برای انواع تمام پوست‌ها استفاده میشه و میتونید شما اینو لیزر، یه نوع لیزری هستش که حتی شما وقتی انجام میدید میتونید بعدش میکاپ کنید، مهمونیتون رو برید، هیچ نوع عارضه بعد از لیزر نداره، صورتتون اصلا قرمز نمیشه، صورتتون تاول نمیزنه و نتیجهش کاملا از همون لحظه اول پیداست.
به نظر من کسایی که دوست دارن که کمیکال پیل انجام بدن، کمیکال پیل اصولا وقتی انجام میدیم خیلی خوب هستش، ولی بیمارای ما 2 تا 3 روز نمیتونن سر کار برن، پوستشون قرمز هستش، بعضی وقت درد دارن و بعضی وقتا پوست ریزی اینقدر ادامه پیدا میکنه نمیتونن به مهمونی برن آرایش کنن، و در کل اینکه یه مدت 3-4 روزه ای رو درگیر کمیکال پیلشون هستن. ولی هالیوود لیزر خیلی متفاوت هستش. شما در این حال که پیلینگ میکنید و نتیجه یه پیلینگ رو دارین، یعنی چی؟ یعنی پوستتون رجوونیت میشه، پوستتون لایه برداری میشه و لکای پوستتون از بین میره، حال پوستتون هم خوب هستش و همون روز میتونید مهمونیتون رو برید، میکاپتون رو بکنید و هیچ نوع عارضه دیگه ای رو نداره. تو پرانتز دوست دارم یه چیز رو براتون مطرح کنم. هالیوود لیزر متفاوت هستش با کربن پیل. مثلا الان یه دستگاهی هستش که نمیدونم از چین میاد و یا دستگاهی هستش که FDA اپروف نیستن و هلس کانادا اپروفشون نکرده، از کربن استفاده میکنن و اسمش این هستش که کربن پیل هستش. من این دستگاه رو توصیه نمی کنم. تنها دستگاهی که مورد تایید هستش دستگاه اسپکترا هستش که از کربن استفاده میکنه و میدونه چه کربنی استفاده کنه و چجور این کربن از رو پوستمون جدا کنه که پوست زیرین دچار عارضه نشه و بعد از اینکه انجام میدیم پوست بسیار 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 شفاف هستش. دوست دارم اگر یه ویدیو کوچیک دارم از اتاق فرمان خواهش میکنم که این ویدیو کوچیک رو بذارن که ببینید که اصلا درمان اسپکترا چی هستش. یه پوست بیمارمون هستش، ما با لیزر کربن رو برمی‌داریم. این فقط یه چیز سطحی هستش که داریم می‌بینید، ولی درمانش لیزر نفوذ پیدا می‌کنه به لایه‌های عمقی پوست و نه تنها ما لایه برداری می‌کنیم، باعث میشه که تغییرات رنگ پوست از بین بره، پوستمون شفافتر بشه و اگر لکی داره لکمون کاملا کمرنگ بشه و از بین بره و در این حال جوانسازی بکنه. و درمان بسیار ساده‌ای هستش، حدود 40 تا 50 دقیقه طول میکشه. ما کربن رو بر میداریم، رجوونیت میکنیم بعد از اینکه کربن رو برداشتیم و چندین بار روی پوست با لیزر میریم و انقدر ریزالتش جالب هستش که اکثر بیماران حتی بعد از جلسه یک بار درمان هم نتیجهش رو میبینن و اکثرشون هپی هستن. شما میتونین درمان رو فقط یک بار انجام بدین و یا بستگی به پوست خودتون، بستگی به نیاز پوست خودتون میتونین 2 تا 3 بار انجام بدین. اصولا هفته یک بار نیاز داره که این درمان رو انجام بدین و کلینیک ما فکر کنم یکی از محدود کلینیکایی هستش که دستگاه اسپکترا رو داره و لیزر پیل رو انجام میده. هدف این لیزر پیل یا هالیوود پیل یا کربن پیل این هستش که پوست شما رو چندین کار برای پوستتون انجام بده. یکی این که هایپر پیگمنتیشن ها رو درمان میکنه، رجوونیت میکنه پوست شما رو، شفاف میکنه، سفت میکنه پوستتون رو یک کمی، بعد دیگه این که خطوط خیلی ریزی که رو پوستتون وجود داره رو از بین میبره، خطوط ریزی که ما نمیتونیم با چیزای دیگه درستش کنیم و احتمالاً خیلی پوست رو خسته نشون میده از بین میبره. و درمان بسیار ساده هستش بدون ساید افکت و خیلی ساده و خیلی کوتاه و پرایس خیلی متناسبی داره. میتونید زنگ بزنید و کلینیک هاوا بپرسید که پرایسش چجوری هست، آیا شما لازم دارین یا لازم ندارین. کانسالتیشن کلینیک هاوا فری هستش، همه میتونن تشریف بیارن و مشاوره کنن و داشته باشن با ما، بهشون بگیم که پوستشون چی لازم داره چی لازم نداره، اصلا لازم هستش که لیزر پیل انجام بدن و یا نه. با کمال میل به تمام سوالاتون جواب میدیم. امیدوارم که برنامه لایه برداری پوست مفید بوده باشه برای شما و امیدوارم که شما رو تو کلینیک ببینیم برای درمان های لیزر اسپکترا یا هالیوود لیزر. موفق باشین، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.